با سلام، با ما همراه باشید با خبرهای امروز چهارشنبه سوم مهر ماه 1392 برابر با 25 سپتامبر 2013. در ابتدا نگاهی به سرخط خبرها. اظهارات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل. روحانی گفت ایران آماده گفتگو برای شفافیت کامل است. اوباما گفت اظهارات مصالحه جویانه ایران باید با عمل همراه باشد. ساخت دومین نیروگاه اتمی در بوشهر. دیوان محاسبات پرونده دانشگاه ایرانیان را به دادستانی فرستاد. ورود آثار احمد شاملو و صادق چوبک به کتاب‌های درسی ممنوع شد. ترکیه جامعه جهانی را به اقدام علیه دولت سوریه فراخواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران عصر سه‌شنبه به وقت نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را آغاز کرد. روحانی در سخنرانی خود پیشنهاد کرد طرح جهان علیه خشونت و افراطی‌گری در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گیرد. روحانی همچنین به بحران‌های منطقه‌ای و گسترش گروه‌های افراطی در منطقه اشاره و تأکید کرد که در سوریه همراه حل نظامی چاره نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش به دنبال ایجاد تنش با ایالات متحده آمریکا نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بیم جنگ و مناسبات خصومت‌آمیز منطقه‌ای و جهانی، بیم رویارویی هویت‌های مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطی‌گری، بیم فقر و تبعیض خردکننده، بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی، بیم بیتوجهی به کرامات و حقوق انسان و بیم غفلت از اخلاق سخن گفت. هویت‌های مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطی‌گری. وی پس از اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت ایران لنگرگاه ثبات منطقه است و اضافه کرد هر گونه محاسبه نادرست از وضعیت خود و دیگران آسیب‌های تاریخی را در بر دارد، تا جایی که خطای یک بازیگر اثرات منفی بر همگان خواهد گذاشت. لنگرگاه ثبات در دریا. روحانی بار دیگر گفت عصر بازی‌های با حاصل جمع صفر پایان یافته است و تأکید کرد اقدامات زورمدارانه اقتصادی و نظامی برای حفظ و تداوم سلطه و برتری گذشته با مجموعه از قالب‌های مفهومی همراه شده که همگی ضد صلح، ضد امنیت، ضد کرامت انسانی و ضد آرمان‌های بشری می‌باشند. رئیس دولت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت ایران مسئولانه برخورد می‌کند و برای تحقق صلح آماده همکاری با دیگر قدرت‌هاست. وی افزود امنیت ملی ایران ایجاب می‌کند همه پرسش‌های منطقی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود را پاسخ دهد. او گفت راه حل پرونده هسته‌ای ایران آن است که اول برنامه هسته‌ای ایران به همه کشورهای جهان باید صلح‌آمیز باشد. رئیس جمهور تصریح کرد فارغ از رویکردهای بازیگران دیگر در جهان، هدف ایران همواره صلح‌آمیز بوده. آقای روحانی بر حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تاکید کرد و در ادامه گفت ایران به دنبال ایجاد تنش با ایالات متحده آمریکا نیست. به با بیان اینکه سخنرانی پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کرده گفت میتوان با آمریکا به چارچوبی برای مدیریت اختلافات دست پیدا کرد. رئیس دولت 11 با تاکید بر اینکه تهران از واشنگتن انتظار شنیدن صدای واحد را دارد گفت میتوان به چارچوبی برای حل مشکلات رسید به شرط آنکه احترام متقابل و اصول شناخته شده بین المللی در میان باشد. آقای روحانی در ادامه سخنان خود با برشمردن شماری از معضلات جهان کنونی، با انتقاد از یک گفتمان تبلیغاتی که جهان را مرزبندی کرده، یکی از این تبلیغات را ایران هراسی عنوان کرد. روحانی به بحران‌های منطقه‌ای و گسترش گروه‌های افراطی در منطقه اشاره کرد و تأکید کرد که در سوریه هم راه حل نظامی چاره نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران از پیوستن سوریه به منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی استقبال کرد و در این حال گفت نباید این کشور را تهدید به حمله نظامی کرد. حسن روحانی همچنین گفت به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند طرح جهان علیه خشونت و افراطی‌گری در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد. وی گفت به جای گزینه ناکارآمد ائتلاف برای جنگ در مناطق مختلف جهان، باید به ائتلاف برای صلح پایدار در جهان اندیشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هنگام سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور نداشت.
از پیش اعلام شده بود که او برنامه فشرده‌ای دارد و در فرصت اندکی به واشنگتن باز می‌گردد. هنگام سخنرانی آقای اوباما نیز آقای روحانی در مجمع عمومی حاضر نبود. همچنین اسرائیل اعلام کرده بود که سخنرانی حسن روحانی را تحریم خواهد کرد. یوال اشتاینیتس وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل روز سه‌شنبه در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت تاکید کرد که او و رون پروس اوور سفیر اسرائیل در سازمان ملل و دیگر مقامات اسرائیلی حاضر در مجمع تالار را در زمان سخنرانی آقای روحانی ترک می‌کنند. امیدها را بخشکانند. به رغم پیش‌بینی برخی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دیدار احتمالی روحانی و اوباما در حاشیه ضیافت نهار دبیر کل سازمان ملل متحد، هیئت جمهوری اسلامی از حضور در این ضیافت نهار خودداری کرد. پرستیوی علت امتناع مقامات ایرانی در این ضیافت را سرو مشروبات الکلی ذکر کرد. در همین حال مقام‌های ارشد آمریکایی به رویترز گفتند دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا از آن رو برای ایرانی‌ها بسیار پیچیده بود ولی لغو شد. خبرنگاران حاضر در مقر سازمان ملل اطلاع دادند که روحانی و هیئت همراهش در میهمانی نهار دبیرکل سازمان ملل شرکت نکردند. پرستیوی هم با تایید این خبر نوشت که روحانی به دلیل سرو مشروب در ضیافت نهار شرکت نکرده است. پیشتر خبرگزاری‌ها و محافل سیاسی جهان پیش‌بینی کرده بودند که ممکن است در حاشیه این ضیافت دیدار و گفتگوی کوتاهی میان باراک اوباما و حسن روحانی صورت گیرد. در همین حال وبسایت تابناک هم نوشت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواستی رسمی برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت کرده است. سایت اصولگرای تابناک به نقل از منابع خود گزارش داده است که روحانی تاکنون به این درخواست پاسخی نداده است. اما خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های ارشد آمریکایی نوشت که دیداری میان روحانی و اوباما صورت نخواهد گرفت. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که دیدار رئیس جمهور روحانی با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در برنامه گنجانده نشده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد گفت ما فکر می‌کنیم که هنوز موقعیت برای این دیدار مهیا نیست. روز گذشته سخنگوی کاخ سفید دیدار حسن روحانی و باراک اوباما را منتفی ندانسته و گفته بود واشنگتن آماده همکاری با دولت ایران در سطوح مختلف است، مشروط به این که ایران به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. همچنین بن رودز قائم مقام مشاور امنیتی اوباما نیز از احتمال گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس سازمان ملل سخن گفته بود. از آن سو رسانه‌های داخلی و برخی چهره‌های سیاسی و مقامات ایران نیز از دیدار احتمالی اوباما و روحانی سخن گفته و از آن استقبال کردند. همچنین با چرخش سیاست ایران و نرم شدن لحن ایران نسبت به آمریکا انتظار دیداری احتمالی میان ایالات متحده و ایران وجود داشت. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته از نرمش قهرمانانه در دیپلماسی سخن گفته بود. اسم گذاری شد نرمش قهرمانانه، عیبی نداره. روز سه‌شنبه دوم مهر ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. آقای اولاند از ایران خواست تا برای رفع تردید از برنامه هسته‌ای‌اش به اقدامات ملموس دست زند. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. هفته ها انتظار و خبر و بعد از 8 سال اولین رئیس جمهور غربی در این دوره با آقای حسن روحانی در دفتر فرانسه در سازمان ملل ملاقات و گفتگو کردند. هیئت فرانسه و ایران در نیویورک دیدارهای پیشتر انجام داده بودند. ملاقات 40 دقیقه طول کشید و ساعاتی هم باور ملاقات با آقای اوباما زمزمه شد. اما اگر چنین بود، دیدار آقایان ظریف و جان کری می توانست اهمیت خود را از دست بدهد. فیگارو نوشت برخلاف سال 2000 که در زمان آقای کلینتون دیداری اتفاقی می توانست با آقای خاتمی رخ بدهد، این بار آگاهانه چنین نشد. رسانه‌های فرانسه گفتند آقای روحانی بدون کنار داشتن آقای اوباما در یک عکس باز هم در نیویورک مرد روز بود. بیم رویارویی هویت‌های مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطی‌گری، بیم فقر و تبعیض خرد کننده،
بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی. مقاله آقای روحانی در واشنگتن پست، مصاحبه‌اش در CNN و سخنرانی او در سازمان ملل نوعی آشتی با جهان غرب تفسیر شد. آقای اولاند گفت او با خوشنودی در انتظار عمل در کنار کلمه و کلام از سوی ایران خواهد بود. دو رئیس جمهور فرانسه و ایران درباره سوریه نیز گفتگو کردند. ایران آشکارا از دولت آقای بشار اسد حمایت می‌کند، اما آقای روحانی گفته آماده است در این مورد نقش میانجیگری داشته باشد. در فرانسه نشریات و رسانه‌ها به آقای روحانی روی خوش نشان می‌دهند و حتی او را از آقایان رفسنجانی و خاتمی که حاضر نمی‌شدند هولوکاست را بر زبان بیاورند میانه روتر لقب می‌دهند که او گفتگو را ارزش می‌گذارد. در چارچوب کنونی و در دو پرونده هسته‌ای و سوریه ایران امکانات مثبتی را در اختیار دارد و سخنان آقای روحانی چنین برمی‌آید که کاهش تحلیل‌ها و حضور وی در کنار دولت مردان غربی به زودی رخ خواهد داد. پاریس، تلویزیون ایران فردا. در دیدار دیگری آقای روحانی با کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز به گفتگو نشست. گری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته است که محور مذاکرات رئیس جمهوری ایران و خانم لاگارد حول سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و راه‌های تعمیق روابط ایران با این نهاد مالی معتبر جهانی بوده است. آقای رایس گفت که این دیدار به درخواست مقام‌های ایران برای بحث درباره پیشرفت اقتصادی جهانی و اولویت‌های اقتصادی ایران بوده است. رویترز نوشت این نخستین دیدار روحانی با خانم لاگارد از زمان در دست گرفتن پست ریاست جمهوری ایران از ماه اوت است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی به پاره‌ای از مسائل بین‌المللی و از جمله ایران و سوریه پرداخت. هنگام این سخنرانی هیئت ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف حضور داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد روز سه‌شنبه 24 سپتامبر به وقت محلی با سخنرانی بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دومین سخنران آن بود. آقای اوباما در سخنرانی خود به ایران و سوریه پرداخت و تصریح کرد که نامه‌های خطاب به علی خامنه‌ای نوشته است. وی که بخشی از سخنان خود را به مناسبات ایران و آمریکا اختصاص داد، تاکید کرد که در نامه‌های خود به رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرده خواستار احترام ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و در این حال به حق ایران برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای احترام می‌گذارد. اوباما با اشاره به این نکته که حسن روحانی به نمایندگی از سوی مردم ایران می‌کوشد فضای مساعدتری ایجاد کند، گفت گفته‌های آشتی جویانه باید به اقدامات شفاف منتهی شود. باراک اوباما در این سخنرانی از اظهارات دولت مردان جدید ایران استقبال کرد و گفت برای بهبود مناسبات ایران باید نشان دهد که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنان خود حل مناقشه اتمی ایران و صلح میان اسرائیل و فلسطین را زمینه ساز حل بسیاری از بحران‌های خاورمیانه و شمال آفریقا دانست و گفت نسل جوان اسرائیل خواستار صلح است. وی خواستار پشتیبانی رهبران منطقه از تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطین شد و تاکید کرد که حل مسئله اتمی ایران و مناقشه اسرائیل و فلسطین مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت اوست. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مواردی از تاریخچه اختلافات میان ایران و آمریکا مثل گروگانگیری، کودتای 28 مرداد، دخالت‌های آمریکا در ایران، موضع‌گیری‌های خصمانه رهبر جمهوری اسلامی و چند مورد دیگر افزود، بحران مناسبات دو کشور را نمی‌توان یک شبه حل کرد، اما حل مناقشه اتمی می‌تواند زمینه‌ساز حل همه این بحران‌ها باشد. هنگام این سخنرانی، هیئت ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف در سالن مجمع عمومی حضور داشتند. اوباما بخشی از سخنان خود را هم به بحران سوریه اختصاص داد و گفت ما و سایر کشورها کوشیدیم مخالفان میانه رو و معتدل دولت سوریه را تقویت کنیم، اما متاسفانه نیروهای تندرو در این کشور به قدرت بیشتری دست یافتند. وی افزود وقت آن رسیده است که روسیه و ایران بدانند پشتیبانی از رژیم بشار اسد به همان نتایجی منتهی می شود که آنها نگران آن هستند.
رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد اگر شورای امنیت نتواند در مورد صدور یک قطعنامه درباره سوریه به توافق برسد، مشخص می شود که سازمان ملل قادر به اعمال قوانین بین المللی نیست. وی هر نوع تردید در مورد بکارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه را منتفی دانست. پس از سخنرانی باراک اوباما، شرکت کنندگان مجمع عمومی در ضیافت نهار دبیرکل سازمان ملل متحد شرکت کردند. با وجود پیشبینی خبرگزاری‌ها و محافل سیاسی جهان مبنی بر دیدار مقامات ایران و آمریکا در حین این ضیافت نهار، هیئت ایرانی در این ضیافت شرکت نکرد. در همین زمینه ارتباطمون از طریق اسکایپ برقرار هست با آقای احمد باطبی در نیویورک. آقای باطبی، می‌خواستیم از شما بپرسیم که تفاوت بین سخنان آقای روحانی و آقای اوباما به چه صورت بوده؟ روز گذشته آقای اوباما سخنان اول بود که ساعت 10 صبح وقت نیویورک صحبت کردن. سه نکته اساسی تو صحبت‌های آقای اوباما بود که نشانگر این بود که درسته که لحن یک مقداری ملایم‌تر شده و صحبت از گزینه نظامی که پیشتر در مورد ایران مطرح می‌شد این بار نشد، ولی سیاست همون سیاست کلانیه که به اصطلاح ایالات متحده در سال‌های اخیر پیگیری کرد. آقای اوباما گفتن که در پی تغییر رژیم ایران نیستند، اما رابطه‌ای که پشتش گروگانگیری و برهم زدن منافع یا تهدید منافع ایالات متحده در منطقه است، یک شبه درست نمیشه. آقای اوباما گفتن که شرایطی که ایجاد شده در مورد ایران، شرایطی که خود ایران ایجاد کرده، رفتار ایران باعث فشار بین‌المللی شده و حالا خود ایران باید تغییر رفتار بده تا این شرایط هم بهبود پیدا بکنه. و یک نکته اساسی که گفتن این بود که آمریکا در مورد اسرائیل و امنیت اسرائیل کوتاه نخواهد آمد و گفتن که اگر خاورمیانه شاهد دست کشیدن ایران از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای باشه و همینطور صلح عرب و اسرائیل در منطقه برپا بشه، قطعا خاورمیانه بهتری خواهد بود. این به هر حال همون چیزی بود که در گذشته هم ایالات متحده روش تاکید داشت و تغییر در سیاست کلان ایجاد نشد. در این حال آقای روحانی هم صحبت‌های مشابه داشتن، کلمات خیلی سنگینی به کار می‌بردن که به اصطلاح در سخنرانیشون که لااقل برای رسانه‌هایی که اینجا سعی می‌کردن تا با اون اصل پیام یا خود به اصطلاح سخنرانی رو بتونن درک بکنن سخت بود. ایشون دو تا موضوع رو مطرح کرد، که پیشنهاد سازمان ملل دادن برای مبارزه با خشونت و افراط و گفتن که باور دارن هر شرایط سختی، هر شرایط پیچیده‌ای با اعتدال به اصطلاح و صلح حل خواهد شد. و مورد دومی بود که گفتن تا آخر صحبت‌های آقای اوباما رو گوش کردن. این خیلی جالبه که لااقل در ظاهر وقتی حضور نداشتن در سالهای اخیر حتی مقامات ایرانی در صحبت‌های آقای اوباما، ولی این بار به شما ایران اعلام کرد که من همه سخنرانی رو گوش کردم. و ایشون گفتن اگر ایالات متحده حاضر باشه که از رفتار گذشتش دست برداره، ایران هم حاضره که به حد توان همکاری بکنه برای بهتر شدن اوضاع. ایشون مخالفت با تحریم‌ها رو مطرح کردن، مخالفت با مداخله نظامی آمریکا در کشورهای منطقه رو مطرح کردن و گفتن که ایران برای حل مسئله هسته‌ای و شفاف سازی موضوع تمام توانش رو به کار میگیره، با حاضری که هر مذاکره‌ای رو داشته باشه. این برایند صحبت‌های دو نفر بود، و ولی خب واکنش مقامات آمریکایی و همینطور رسانه‌ها متفاوت بود که اگر ما باشین توی ادامه صحبت هم خواهم گفت خدمتتون. آقای باطبی، علت عدم حضور هیئت ایرانی برای شرکت نکردن در ضیافت نهاری که دبیرکل سازمان ملل متحد ترتیب داده بود چه بود؟ چیزی که مطرح شده در مورد در واقع برهم خوردن این مهمانی این بود که ایران اعلام کرد ما به دلیلی که اونجا شراب وجود داره سر سفره ما نمیتونیم بیایم، و در گذشتن پیش آمده که مهمانی مشابه به خاطر وجود شراب کنسل شده بود از طرف ایرانی. اما شبکه CNN اعلام کرده که به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرده مقامات ایرانی گفتن به دلیل شرایطی که در داخل ایران وجود داره و پیامدهای این حضور یا ملاقات به اصطلاح رو در روی مقامات ایرانی و آمریکایی، این به اصطلاح مهمانی از طرف
ایرانی‌ها لغو شده و شرکت نکردن. دیروز هم روزنامه کیهان مقاله‌ای رو نوشته در سر مقاله خودش و ایران آمریکا رو شیطان بزرگ مجدداً خطاب کرده و گفته که آمریکا جنایتکار تمام معناست، به نوعی حمله به این داستان بود. و برخی مقامات تندرو هم در داخل ایران مثل آقای کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تاکید کردن چندی بار که ملاقاتی صورت نخواهد گرفت و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی توسط رهبری تعیین میشه و به این ترتیب آقای روحانی نمیتونه ملاقات داشته باشه. این چیزی بود که واکنشی بود که به اصطلاح بود و موردی که مطرح شده به طرف تلویزیون CNN. آقای باطبی، واکنش رسانه‌های آمریکایی نسبت به سخنان آقای روحانی چطور بوده در نیویورک؟ دو دسته تقسیم کرد. دسته بندی اول رسانه‌هایی که قدری تندروتر یا به جریان راست و جریان یهودی‌ها در آمریکا نزدیک هستن. فاکس نیوز تحلیل کرده و گفته که جزء رسانه‌های راست محسوب میشه، تحلیل کرده و گفته که درسته که آقای روحانی به نوعی در صحبتاشون از اعتدال و به اصطلاح دوری از افرادگری صحبت میکنن، ولی صحبت های ایشون تفاوت چندانی با صحبت های آقای احمدی نژاد نداشت و آقای روحانی هم کماکان به اسرائیل و به اصطلاح اون منافعی که اسرائیل در منطقه داره حمله کرده. اما شبکه تلویزیونی CNN مثلا که یک مقدار ملایم‌تر نسبت به رسانه‌های راست صحبتی رو کرده، گفتگوی رو کرده به صورت اختصاصی با آقای روحانی، خانم کریستیان امانپور در واقع مجری این گفتگو بوده، صحبت کردن با آقای روحانی. آقای روحانی مثل گذشته از مسائل هسته‌ای ایران صحبت کرد و گفته که این ایران به هیچ عنوان دنبال مسائل توسعه سلاح‌های هسته‌ای یا به دست آوردنش نیست، این خلاف دین و خلاف اخلاق. تاکید کرده که ایران در تمام سال‌ها به دنبال قانونگرایی و الان هم اگر موضوعی رو اصرار داره فقط برای اینه که همه در چارچوب قانون عمل بکنن. و جمله هم به انگلیسی در انتهای صحبتشون گفتن و گفتن که حامل پیام صلح و دوستی، محبت و دوستی برای مردم آمریکا هستن از طرف مردم ایران. یک مقاله ایران من دیدم در هاوارد میس که در واقع یکی از مقاله نویسای ارشدشون نوشته بود و گفته بود که به هر حال ملاقات بین آقای روحانی و اوباما یا مقامات ایران به هر حال انجام خواهد شد به سه دلیل. اول اینکه در ایران میانه روها قدرت دارن میگیرن و این یک نوع خردگرایی میاره و لزوم این رابطه رو درک میکنن، ممکنه در آینده شرایط رو جوری تغییر بدن که این گفتگوها صورت بگیره. در آمریکا هم همینطور آقای اوباما در سیاست خارجی چندان موفق نبوده و نیاز داره به اینکه یک موفقیت اینچنینی به اصطلاح داشته باشه. به این دلیل خود اونها هم مایل هستن. به دلیل سومی هم که گفته این که هیچ چیزی برای از دست دادن وجود نداره و اگر هم که ملاقات صورت بگیره چیز خاصی اتفاق نمیفته. بنابراین به این سه دلیل احتمال زیاد این ملاقات به هر حال صورت خواهد گرفت. سپاسگزارم. احمد باطبی در نیویورک از طریق اسکایپ با ما بودن. وزیر خارجه ایران که قرار است به زودی با وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند، گفت این گروه باید خود را با رویکرد جدید ایران هماهنگ کند. آقای ظریف که در نیویورک به سر میبرد، در پیامی وضعیت کنونی را فرصتی تاریخی برای حل موضوع هسته‌ای توصیف کرده است. ظریف روز گذشته دیدارهایی با وزرای خارجه چند کشور اروپایی از جمله ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس داشت. وزیر خارجه ژاپن پس از دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود در نیویورک، از آمادگی کشورش برای کمک به حل مسئله هسته‌ای تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ها، فومیو کیشیدا با تاکید بر اینکه کلید حل این مسئله انعطاف‌پذیری بیشتر است، گفت توکیو برای کمک به حل مسئله هسته‌ای ایران و رایزنی با آمریکا و سایر کشورهای حاضر در این مذاکرات آمادگی دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با گیدو وستروله، همتای آلمانی خود، دیدار کرد. به گزارش رویترز، ظریف و وستروله در این دیدار درباره مسائل دو جانبه و تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. این نخستین دیدار یک مقام بلندپایه دولتی آلمان با رهبران سیاسی ایران از سال 2011 به این سو بوده است. وزیر خارجه آلمان پیش از انجام این دیدار اظهارات هفته اخیر حسن روحانی را دلگرم کننده خواند، اما تصریح کرده بود چیزی که به حساب می آید عمل است. آقای وستروله گفته بود اکنون باید دید که آیا این لحن مداراجویانه در عمل به حرکتی اساسی می انجامد یا نه.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم تحویل موقت نیروگاه بوشهر که ساخت آن 37 سال پیش شروع شد از احداث یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر و در آینده نچندان دور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی گفت ایران در حال مذاکره با روسیه برای احداث نیروگاه‌های بعدی است. نیروگاه اتمی بوشهر که تنها نیروگاه اتمی ایران است، روز دوشنبه اول مهر و با 10 سال تأخیر آن هم به طور موقت به ایران تحویل داده شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به ریاست محمود احمدی نژاد به دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که تأسیس این دانشگاه توسط آقای احمدی نژاد هزینه در غیر از امور معین برای مقام رئیس جمهوری بوده و از این نظر قابل پیگرد قانونی است، تا اینکه روز پنجم مرداد امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تأسیس این دانشگاه را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران داده است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت بانک مرکزی نخواهد گذاشت قیمت دلار در بازار ایران بیش از این پایین بیاید. آقای سیف افزود کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده. نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش پیش از آن سوی دیگر تغییرات منفی را در بر دارد. وی همچنین گفت دولت حسن روحانی کنترل تورم را از اولویت‌های خود می‌داند. در روزهای اخیر قیمت دلار در بازار ایران به زیر 3000 تومان رسیده است، نرخی که کمترین قیمت دلار در 10 ماه اخیر بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزی در ایران تورم به مرز 40% رسیده است. پس از آتش سوزی در پالایشگاه گاز خانگیران و آتش گرفتن انبار روباز گوگر در اصلویه، خط لوله انتقال گاز بین دو ایستگاه تقویت فشار در 45 کیلومتری یاسوج منفجر شد. به گزارش فارس این حادثه نفتی سومین حادثه در 7 روز گذشته بود. گفته می شود آتش سوزی ناشی از این انفجار به دلیل قرار داشتن خط لوله در وضعیت تست چندان مهیب نبوده و به سرعت کنترل شده است. این حادثه تلفات جانی نداشته است. حمید قاسمی شال شهروند ایرانی کانادایی روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای قاسمی ابتدا به اتهام محاربه، جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بود که این حکم در خرداد ماه سال جاری به 5 سال زندان تبدیل شد. البرز قاسمی برادر این زندانی نیز به اتهام محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شده بود که 4 سال پیش بر اثر بیماری در زندان درگذشت. سید احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین، طی 2 حکم به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تبریز احضار شد. بر اساس این ابلاغیه، علت احضار شکایت علیه پدر این زندانی سیاسی عنوان شده است. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس، منتقد و فعال حقوق بشر در بند، در تاریخ 22 آذر ماه 1388 در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت شد. وی مدت 10 ماه را در سلول انفرادی زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد رضا سنگری، سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات، امروز اعلام کرد ورود آثار احمد شاملو و صادق چوبک به کتب درسی ممنوع است. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به طور رسمی از ممنوعیت ورود آثار احمد شاملو و صادق چوبک به کتاب‌های درسی دفاع کرد و گفت همراه با اینکه آوردن نام نویسندگان در این کتاب‌ها به معنای تجویز خواندن کتاب‌های آنهاست، آثار کسانی چون چوبک و شاملو در کتاب‌های درسی قابل طرح نیست. وی در ادعای مضحکی گفت برخی از نویسندگان آثارشان در کتاب‌های درسی قابل طرح نیست و نکته آموزشی ندارد. مثلا چه شاعر شاخصی از شاملو هست که بتواند آن را در کتاب‌های درسی آورد؟ هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد.
جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش با رویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان سپرد، با ارسال نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نوشت در ایران فریادرسی ندارد و کسی به شکایت آنها رسیدگی نمی‌کند. گزارشی ببینیم در این زمینه و بعد از آن فریبا شیرازی با شما خواهد بود در ادامه خبرها. به گزارش سهام نیوز، خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف از روند رسیدگی به پرونده فرزندش، سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به سازمان ملل را فرصتی دانسته تا فریاد دادخواهی و شکایتش را از این طریق مطرح کند. خانم عشقی در این نامه که رونوشت آن برای احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران نیز ارسال شده، نوشته است در طول یک سال که از کشته شدن فرزندش می‌گذرد، با مسئولان مختلف و مقامات جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده و مصاحبه‌های مختلفی با رسانه‌های مختلف جهت احقاق حق خود انجام داده، اما حاصل تمامی این تلاش‌ها پرونده‌سازی غیر واقعی برای متهم این پرونده و فرار او از چنگال عدالت بوده است. وی از بان کی‌مون خواسته است تا در دیدار با روحانی از وی بخواهد وضعیت پرونده فرزندش را پیگیری کند. گوهر عشقی گفته است که ممکن است حسن روحانی به دلیل اینکه این رویداد در دوران ریاست جمهوری وی رخ نداده است، از این مسئولیت سر باز زند. اما به گفته وی، دفاع از حقوق انسانی افراد و رسیدگی به دادخواهی یک خانواده داغدار، خصوصا یک مادر ستم دیده، در قالب زمان و مکان خاصی نمی گنجد. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که آبان ماه گذشته در زندان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فتا و در حین بازجویی جان خود را از دست داد. زندانیان همبند بهشتی از آثار شکنجه بر بدن وی سخن گفته بودند و تایید شد که وی بر اثر شکنجه‌های وارد شده در زندان کشته شده است. سلام بر شما، با من باشید با چند خبر خارجی. رئیس جمهور ترکیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر جامعه جهانی را به اقدام علیه دولت سوریه ترغیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از توافق روسیه و آمریکا درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کرد. آقای گل که بعد از رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، از جامعه جهانی خواست چشم خود را بر روی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه نبندند. به همچنین خواستار این شد که توافق آمریکا و روسیه جای یک استراتژی جامع در قبال سوریه را نگیرد. رئیس جمهور ترکیه با متهم کردن دولت سوریه به کشتار مردم این کشور گفت اگر جامعه جهانی اقدامی سریع و قاطع نکند، ممکن است شمار کشته ها چند برابر فعلی شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت استفاده از زور و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه در صورتی می‌تواند مطرح شود که بشار اسد توافق بر سر خروج سلاح‌های شیمیایی از این کشور را نقض کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریابکوف روز سه‌شنبه در مجلس دومای روسیه گفت سوریه به وضوح حسنیت خود را نشان داده است و این منطقی نیست که کشورهای غربی در تلاش باشند تا قطعنامه‌ای تهدیدآمیز در شورای امنیت تصویب شود. سرگئی ریابکوف از اعزام مجدد بازرسان سازمان ملل متحد به سوریه در روز چهارشنبه برای ادامه تحقیقات درباره استفاده از سلاح شیمیایی خبر داد. به گزارش اسکای نیوز عربی، حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین، اعلام کرد که فهمی، رئیس مجلس شورای منحل شده و یکی از رهبران برجسته اخوان المسلمین، توسط نیروهای امنیتی در استان شرقی بازداشت شده است. این حزب تصریح کرده است که فهمی به اتهام تحریک به خشونت بازداشت شده است. در همین حال برخی از رسانه‌های محلی مصر اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور حامد عطیه، رئیس دانشگاه زقاقیق و رئیس سندیکای دامپزشکان را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش دادگاه قاهره روز گذشته طی حکمی فعالیت گروه اخوان المسلمین در خاک مصر را ممنوع اعلام کرد. این بود چند خبر خارجی. تا لحظات دیگر امیر خسروجدی با شما خواهد بود و خبرهای ورزشی. با سلام، در این وقت چند خبر از جهان ورزش. با شکست استقلال مقابل اف سی سئول، سرنوشت تیم صعود کننده به فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بازی برگشت کشیده شد. دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت ها عصر امروز برگزاری دو دیدار پایان است که تایان اف سی سئول کره جنوبی و گوانجو چین با شکست حریفان خود به صعود به دیدار نهایی امیدوار شدند. در ورزشگاه جام جهانی سئول پایتخت کره جنوبی، تیم اف سی سئول کشور در مساف با استقلال تهران به برتری 2-0 رسید. آبی بوشان پایتخت با این شکست کار خود رو برای راهیابی به دیدار فینال سخت کردند. دژان دامیانوویچ و کویوهان گل‌های اف سی سئول رو در این دیدار به ثمر رساندند. بازی برگشت دو تیم چهارشنبه 10 مهر در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران برگزار می‌شود. در دیگر مسابقه مرحله نیز گوانجو چین میزبانش کاشیما ریسول ژاپن را 4-1 در هم کوبید و با این برد پرگل گام بلندی برای صعود به دیدار فینال برداشت. صحنه‌هایی از بازی کاشیما و گوانجو چین را ملاحظه فرمودید. خدمتتون عرض می‌کنم در بازی برگشت استقلال به علت دو اختیار بودن جواد نکونام و آندرانی تمویان بازیکن در اختیار نخواهد داشت. خبری از کاراته. تیم کاتای بانوان اینا که با شایستگی به دیدار نهایی سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافته بود، به دلیل اعتراض مصری‌ها از دور مسابقات کنار رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازی‌های کشورهای اسلامی در اندونزی دیروز در پیکارهای کاراته، تیم کاتای بانوان ایران که مقتدرانه محل نیمه نهایی راه یافته بود، در این دور با برتری 4-1 مقابل تیم پرقدرت مصر قهرمان جهان به فینال صعود کرد. اما با اعتراض مصر به پوشش تیم ایران و تایید مردانی سرداور ایرانی مبارزه، بازنده شد و در عین ناباوری از دور رقابت‌ها حذف گردید. به هر حال تیم ملی بانوان ایران با حذف درنای از رسیدن به یک مدال طلای مسلم این بازی‌ها محروم شد. در این بخش چند خبر کوتاه. وزارت ورزش و جوانان 2.5 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال کمک کرد. به گزارش ایسنا، به دنبال برگزاری جلسات متعدد میان مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با هدف رفع مشکلات تیم ملی برای برپایی اردوهای آماده سازی جهت بازی‌های جام جهانی در هفته گذشته، مبلغ بالغ بر 2.5 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال اختصاص یافت. این مبلغ بابت دستمزد کیروش و دستیارانش و تدارک تیم ملی فدراسیون فوتبال تخصیص یافته است. تیم فوتبال نوجوانان ایران که برای برپایی اردوی تدارکات در آلمان به سر می‌برد، دیروز در نخستین دیدار دوستانه خود مقابل تیم جوانان پادربرن برتری 4-0 رسید. نوجوانان فوتبالیست ایرانی که خود را برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی نوجوانان در امارات آماده می‌کنند، امروز در دومین دیدار تدارکاتی مساف جوانان آرمینیا بیلفلد می‌روند. مارتین یول، سرمربی هلندی تیم فوتبال فولام انگلیس، درباره وضعیت اشکان دژاکن، ملی‌پوش ایرانی این تیم، گفت اشکان برای حفظ جایگاهش در ترکیب اصلی این تیم باید بجنگد. و در ادامه داد تنها چیزی که به دژاکن میگویم این است که خودت را به ما نشان بده که بازیکن درجه‌ای هستید. همین حرف را به دمیان داف نیز میزنم. در رقابت‌های فوتبال جام اسپی هلند شب گذشته، تیم نایمخن که علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی خود را در اختیار دارد، میزبان خود هارکماس با نتیجه پرگل 8-0 در هم کوبید. در این دیدار جهانبخش از دقیقه 68 وارد زمین شد و موفق شد گل هفتم تیمش را در دقیقه 76 وارد دروازه هارکماس کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا ماریو بالوتلی، مهاجم جنجالی تیم میلان، را به دلیل توهین به داور مسابقه با ناپولی 3 جلسه از همراهی تیمش محروم کرد. در این دیدار که با برتری 2-1 ناپولی خاتمه یافت، ماریو بالوتلی در ثانیه‌های پایانی به دلیل درگیری با داور از
زمین مسابقه اخراج شد. بالوتلی به همین علت بازی حساس تیمش مقابل یوونتوس را از دست داد. و در پایان چند خبر از فوتبال در نقاط مختلف اروپا. در آغاز هفته چشم رقابت‌های لالیگای اسپانیا شب گذشته بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود نیوکمپ رئال سوسیداد 4-1 در هم کوبید. اتلتیکو مادرید 2-1 از صد اوساسونا گذشت. مالاگا 2-0 آلمریا را شکست و بازی دو تیم لوانته و وایادولید 1-1 مساوی خاتمه یافت. در دور سوم رقابت جام اتحادیه انگلیس لیگ کاپ شب گذشته چلسی 2-0 سویندون را شکست و برای دور بعد شد. منچستر سیتی 5-0 ویگان را در هم کوبید و به دور بعد صعود کرد. سیتی با این برد پرگل انتقام شکست مقابل ویگان در فینال جام حذفی فصل قبل را گرفت. تاتنهام با برتری پرگل 4-0 مقابل استون ویلا راهی دور بعد شد. وستهام 3-2 کاردیف سیتی را از پیش رو برداشت و فولام در غیاب اشکان دژاگه 2-1 اورتون را از دور رقابت ها حذف کرد. شب گذشته رقابت های جام حذفی آلمان لیگا پوکال نیز پیگیری شد که تهیان بورسیا دورتموند با شکست 2-0 مونیخ 1860 به دور بعد صعود کرد. بایر لورکوزن با همین نتیجه آرمینیا بیلفلد را حذف کرد. هامبورگ 1-0 گروترفورد را از پیش رو برداشت. هوفنهایم 3-0 انرژی کتپوس را شکست داد و کلن با 1 گل مانس را شکست داد و به مرحله بعد راه یافت. و از هفته هفتم رقابت های لو شامپیون فرانسه دیشب دو دیدار برگزار شد که تهیه آن مارسی با شکست 2-1 سنت اتین با 14 امتیاز موقتا به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد و لیل 3-1 اوبان را از پیش رو برداشت. این بود چند خبر از جهان ورزش. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.